عرض ادب و سلام خدمت هر سه شما عزیزان که در این زیر غروب یک رویا شرکت کردید. به هر سه شما نازنینان خوش آمد میگم. بانو حالتون چطوره؟ من طبق معمول که ازم میپرسن حالم خیلی خوبه، اگه خوب باشه البته اینجوری میگم، حالم بسیار بسیار خوبه. خب خدا رو شکر. جناب عبدی شما چطورید؟ سلام عرض میکنم، درود بر شما، خوشحالم این که در خدمت شما و عزیزان شنونده هستم. سپاسگزارم، امیدوارم که حالتون خوب باشه. جناب رحیمی شما چطورید؟ درود بانو ارشادی، درود بر بانو میترا بابک و جناب دکتر عبدی و تمام شنوندگان و فارسی زبانان در هر کجای این دنیا که هستن. خوبم، چرا خوب نباشم؟ بسیارم عالی. همونجور که در ابتدای برنامه عرض کردم، امیدوارم که حال شما هر سه عزیز خوب و خوش باشه، همچنین هموطنان عزیزمون در هر کجای این جهان خاکی که صدای ما رو میشنون و برنامه های غروب یک رویا معزل طلاق رو میشنون. اگر که به خاطر داشته باشید، در دو هفته گذشته صحبتی رو کردیم که قرار شد در این جلسه ادامه بدیم. بانو میترا بابک عزیز، خانم دکتر نازنینمون، بفرمایید که در رابطه با نقاب گفتیم. نقاب چیست؟ چرا ما انسان‌ها، حالا اجازه بدید به مملکت خودمون برگردیم، چرا ما ایرانی‌ها یاد گرفتیم، به ما یاد دادن از بد و تولد یک نقابی داشته باشیم؟ پسر گریه میکنه، بلافاصله بهش میگن مرد که گریه نمیکنه، اولین نقاب رو به دست این بچه کوچیک پسر میدن. دختر لخت میشه، میگن دختر که عیبشو نشون نمیده، عیبتو بپوشون. اولین نقاب یا حالا اخلاق یا اون روش بد رو به بچه یاد میدن. این نقاب چیست بانو؟ تایتل و یا تیتر بسیار بسیار مهم و عمیقیه که ما باید یه مقدار بازش کنیم. البته مثال دومی که الان شما آوردین در مورد لخت شدن کودک، اینو اگر اجازه بدین برای اینکه سوء تفاهم نشه اینو باز بکنیم اول و بعد برگردیم یه مقدار به آسیب شناسی و ریشه شناسی این موزل. در مورد لخت شدن کودک، این مسئله یه مقدار خیلی مهمه که کودک بیاموزه برای محافظت از خودش از دست گورک ها یا پیدوفایل ها و یا بچه باز ها و انسان های منحرف، به خاطر اینکه بتونه خودش رو پروتکت و یا حمایت بکنه. اتفاقا بسیار مهمه که اسم نقاب رو نذاریم روش، بلکه اسم حمایت رو و مراقبت از خودش رو بذاریم، که این یک بحث بسیار مهمه خانم ارشادی. من فکر میکنم باید در این مورد ما آموزش رسانی رو خیلی زیادتر بکنیم که این بچه های عزیز ما در همه دنیا، نه فقط در ایران، یاد بگیرن، نه فقط کودکان، اول پدر مادرها و اولیا بیاموزن که چگونه میتوانند بچه هاشون رو حمایت بکنن با آموزش دیدن به خود و همچنین آموزش دادن به فرزندانشون. پس در این مورد مهمه که بچه ها بیاموزن قسمت های خصوصی خودشون فقط به خودشون متعلقه و هیچ کس حق دست درازی بهش نداره. این پس اینو فقط یه پرانتز من باز کردم و پرانتزو میبندم که بریم رو سر اصل مطلبمون. اما در مورد اینکه چرا ما انسان‌ها از کودکی میآموزیم که نقاب بزنیم به صورتمون، این نقاب‌ها چیست و از کجا سرچشمه میگیره؟ متاسفانه در کشورهای جهان سوم، به خاطر نداشتن آموزش‌های صحیح میدیا و یا یک سیستم درست، متاسفانه پدر مادرها و خانه هنوز نیاموختن که چگونه با احساس و روان کودک کار بکنن. در 3 سال اول که اول اعتماد به نفس، 1 سال 3-4 ماه اول و بعد حرمت نفس کودکی که 30% در 3 سال اول شکل میگیره و بعد 70-80% در دوران 7-8 سالگیش و اون 3 سال اول یک ریشه اساسیه و اگر این ریشه اساسی رو در 3 سال اول پدر مادر
لطمه بزنن، آسیب بزنن به اعتماد به نفس و حرمت نفس کودک، متاسفانه کودک شدیداً 30% از شخصیتش آسیب خورده میشه، به نوعی سم زده میشه بهش، به نوعی کرم زده میشه اون ریشه. و بعد اگر همینطور ادامه پیدا کنه که میدانیم در فرهنگ‌های ما مخصوصا مذهبی، اگر فکر کنیم اکثر مذاهب انسان‌های مذهبی تند و تیز، متاسفانه این آسیبا رو خیلی بیشتر به بچه‌هاشون وارد می‌کنن. با عمد و نه کردن و بکن نکن کردن ها و اینجور روسری رو تو سر این بچه های دختر بچه های ما بل اجبار، ما حتی در همین انگلستان میبینیم که بعضی از بچه ها واقعا 4 ساله 5 ساله من تو خیابون میبینم که چه حجاب سفت و سختی رو مادر رو سر این کودک معصوم گذاشته. برگردیم دوباره تو قسمت اول ابتدای کودک وقتی که به دنیا میاد با اعتماد به نفسش به دنیا میاد، به همین اگه دقت کنیم به همه چی دست میزنه و احساس خطر نمیکنه. اما اگر اونجا تا زمانی که خطر ایجاد نمیکنه، کودک تو همون 3 سال اول اجازه کند و کاو داشته باشه، بتونه کند و کاو کنه در صورتی که خطری برای کودک ایجاد نمیشه، کودک اعتماد به نفس و حرمت نفسش اعتماد به نفسش شکل میکنه. اما قسمت حرمت نفسش، اگر کودک رو شروع کنن به دعوا کردن، تمسخر کردن، یا اگر کودک میخواد یه لباس رو بپوشه بگن وای آبرود میره اگه اینو بپوشی، همه مسخرت میکنن. و وقتی که کودک مورد تمسخر، مورد تهدید، مورد آزارهای روحی، روانی، جسمی و جنسی قرار بگیره، متاسفانه حرمت نفس و اعتماد به نفس بچه بسیار ضربه میخوره. و حال این بچه هرچی بزرگتر میشه، ترس از قضاوت، ترس از آبرو رفتن که میدونی یه موزل بزرگی که در فرهنگ ما هست، ترس از رفتن آبروه. خود این آبرو رو هنوز ما بسیار از مردم نمیدونن هنوز معنای آبرو چیست، ولی یه موزل بزرگ و یه بختک بزرگ شده رو جسم و روح و روان فرد ما که اینقدر از آبرو ما رو ترساندند. و بعد ترس از قضاوت مردم، این باعث میشه که کودک یاد بگیره از همون ابتدا ماسک بذاره رو صورتش به خاطر دیگران زندگی کنه. و متاسفانه میبینیم که حتی وقتی کودک زمین میخوره یا به فرض رفته بیرون کفش جدید پوشیده یا به فرض شلواری پوشیده که مادر گفت اینو نپوش، به فرض یا پدر گفت اینو نپوش، ممکنه که خراب بشه، کودک حالا میره بیرون با دوستاش بازی میکنه و بعد میخوره زمین، شلوارش به فرض پاره میشه، حالا یه مقدارم خون از پاش داره میاد، کودک شدیداً دردش گرفته، شدیداً ترسیده، شدیداً ناراحته. بعد که میاد خونه مادر یا پدر کتکش هم بزنن بگن چشم سفید 100 دفعه نگفتم که این شلوارتو نپوش، ببین پارش کردی. و اصلا از حال کودک نمیپرسن که درد داری عزیزم. اولین فکری که میاد به مغز پدر مادر نادان اینه که شلوار بچه پاره شد، در صورتی که جسم بچه آسیب خورده و حال من با شلوار با عنوان کردن پاره شدن شلوار روان کودک رو دارم آسیب میزنم. و وقتی بچه گریه به فرض میکنه با بچه دعوا میکنن که اولا مرد که گریه نمیکنه، گریه نداره که، دیگه بزرگ شدی. و اجازه نمیدن که کودک با احساس غمش آشنا بشه، با احساس خشمش آشنا بشه. اگر احیانا عصبانی درد داره داد میکشه، 2 تا کتک بیشتر هم میخوره که چش سفید شدی، حالا چش تو چش من نگاه میکنی، سر من داد میکشی. اینجور رفتارها، اینجور حرکتها باعث میشه که کودک از همون کودکی با احساسا و عواطف خودش کانفیوز و یا گیج میشه و میآموزه که پس من اگر غمگینم نباید غم خود را نشان دهم، اگر عصبانیم حق ندارم عصبانیت خودم را نشون بدم، حتی اگر شادم هم حق ندارم شادی خودم را نشون بدم. برای اینکه وقتی هم که دارم با دوستان میخندم، یه دفعه بابام یه نعره میکشه، یه مادرم یه جیغ میکشه، میگه بس دیگه 4 تا خونه اون برترم صدای خنده هاتون رو شنیدن، خجالت بکشین، ای به دختر که اینجور با این صدا نمیخنده، یا اینکه سرم رفت چقدر میخندی. عوض اینکه از خنده فرزندش یک پدر مادر
خوشحال بشه که بچهش داره بازی میکنه و میخنده، متاسفانه حتی شادی بچه هم باید تو ذوقش بخوره و ضربه بخوره. و بعد همیشه به ما گفتن یه مثال خیلی خطرناک داریم که میگه صورت خود را باید با سیلی سرخ نگه داشت. و این دوباره یه معضل دیگری است که چرا؟ برای چه صورتم؟ اگر من ناراحتم ناراحتم، اگر من خوشحالم خوشحالم، اگر عصبانیم عصبانیم، چرا بعد من خودم نباشم، کس دیگری باشم؟ چون بعد از کودکی به ما میآموزن که تو خودت نباش، خوب خودت هم پیدا نکن، تازه با خوب خودت گمگشته شو، اون چیزی که دیگران میخوان باش. یا مثال دیگه بعدی که ما داریم میگه که همرنگ جماعت باش. چرا؟ کدوم جماعت؟ کدوم جماعت؟ الان ما عاشورا و تاسوعا داره میاد، چرا باید همرنگ یه همچین معضل بزرگ، بختک بزرگ اجتماعی مذهبی سیاسی باشیم؟ یا معتادن، چرا منم باید همرنگ معتاد باشم؟ اصلا همه چیه ما گمگشتگی و کانفیوژن آورده و مردم رو گیج و گم کرده متاسفانه. من نمیدونم 10 دقیقه هم حواسم نبود تموم شده یا نه، اگر تموم نشده هنوز ادامه بدم. اگر 2 دقیقه دیگه دارید بفرمایید. تانکیو. به همین دلیل از کودکی ما متاسفانه نقاب هامون شروع میشه و وقتی هم که اجحافای مذهبی، خانوادگی، تعصبی، فرهنگی، سنتی، اجتماعی و سیاسی هم بهش اضافه میشه، اینجاست که دیگه یک انسان از کودکی ضربه ها رو خورده، حال در اجتماع و مدرسه هم باید ضربه های آنچنانی بیشتری بخوره و متاسفانه نقاب هاشو بیشتر بکنه برای اینکه ترس از قضاوت. شما نگاه کنین همین جمهوری اسلامی، بچه ها توی خونه یه فرهنگ دیگه دارن و توی جامعه باید یه فرهنگ دیگه داشته باشن. این همش گمگشتگی و نقاب اجباری به وجود آورده. یا در مهاجرت ما میبینیم که پدر مادرها در مهاجرت پاشدن اومدن تو دنیای غرب، حالا میخوان تعصبشون رو بچه هاشون مخصوصا رو دخترشون خیلی بیشتر بکنن و دوباره بچه با چند فرهنگی باید بزرگ بشه. اینجاست که کودک یاد میگیره که توی خونه یه مدل دیگه برخورد کنه به خاطر اینکه از پدر مادرش میترسه و راضیشون نگه داره، و بیرون که میاد یک دختر یا پسر سرگمگشته و بسیار کانفیوز شده باشه که نمیدونه حالا کیست و حالا باید با اون جماعت کنار بیاد، برای اون جماعت نقش بازی کنه، یا نقش اصلیشو اونجا بازی کنه، نقش فرعیشو کاذبشو در خانه، یا برعکس. اینا مصیبت های و آسیب های بسیار ریشه‌ای خانه، خانواده، جامعه و سیاست. بسیار سپاسگزارم بانو. البته در رابطه با همین مسئله که شما فرمودید بسیار هم مهمه، باید صحبت‌های بیشتری بشه، البته در بخش روانشناسی. امیدوارم که این وقت رو داشته باشید که این مسئله رو به طور خیلی مهم از ابتدا باز بکنیم، چون فقط اگرچه شما اشاره درستی فرمودید به اینی که در خونه یا در کودکی بچه‌ها کودکان یاد می‌گیرن و این طوری نیست که در ایران گونه دیگر باشن، در خارج از ایران گونه دیگر، البته همه رو عرض نمی کنم، حتی بعضی از اپوزیسیون های ما هم این نقاب ها رو بر چهره دارن که امیدوارم بتونیم این رو رفته رفته در برنامه هایی باز کنیم. اما بریم سراغ جناب رحیمی گرام. در رابطه با قانون، شما مرد قانون هستید، البته میدونم که نظرات خاص خودتون رو هم دارین، ولی سوالم از شما در این زمینه این گونه است که در این دنیای قانون و وکالتی که شما داشتید، متهمان، مجرمینی که ملاقات کردید، باهاشون در ارتباط بودید، شما این نقاب رو در میان این گونه چگونه دیدید؟ چون در قانون باید حقیقت رو گفته بشه تا اون اجرای به اصطلاح قانون رو انجام بدن، حالا برای اون مجرم زندانی است یا هر مسئله دیگه هست. در اونجا هم آیا میتونن اینها نقاب داشته باشن یا دیدید، یا اینکه باید این نقاب به کل برداشته بشه و حقیقت روشن بشه؟ شما در این زمینه چه اطلاعاتی دارید؟ ببینید خانم ارشادی، جامعه ما متاسفانه مخصوصا بعد از انقلاب دوچار دروغگویی شده. ما حتی به خودمون هم دروغ میگیم. اوضاع از این قراره که ما در خانه یک شخصیتی داریم، ولی وقتی وارد مدرسه میشیم مدام باید مواظب باشیم چیزی که میبینیم رو نگیم، مخصوصا وقتی که افرادی دستگیر میشن در نظام قضایی ایران. خب اولین قدمی که برمیدارن سعی میکنن که همه چیز رو نفی بکنن.
این حالا صرفا نمیشه گفت این نقاب بر چهره زدن هست، چون بعضی جاها واقعا انکار تنها راه حل گرفتن به حکم مناسب هست. مثلا اگر کسی رو میگیرن که الکل مصرف کرده، این شخص باید کلا انکار بکنه. یعنی اگر به من وکیل بگه، وقتی داریم صحبت میکنیم میگه منو گرفتن چیکار کنم، من میگم کلا انکار کن. این انکار کردن نه از این که دروغ میخواد بگه، برای این که خب حالا دوست داشته الکل خورده. ببینید قوانین نامناسب ما به اینجا رسیده که ما مجبوریم به موکل بگیم که آقا شما کلا انکار بکن، چون اگر تایید بکنی باید 80 ضرب شلاق بخوری. اما مسئله غروب یک رویا چون در مورد بحث زندگی و ازدواج این چیزها هست، ببینید یک مسئله در قانون مطرح شده به اسم تدلیس در نکاح. در حقوق قراردادها ما یک چیزی داریم بهش میگیم خیار، یک نهاد حقوقی هست به اسم خیار. خیار به معنی اختیار فسخ هست. یکی از موارد خیارات مسئله تدلیس هست و ماده 438 میگه تدلیس عبارت است از عملیاتی که موجب فریب طرف معامله شود. ماده 1128 قانون مدنی اونجایی که داره موارد فسخ نکاح رو میگه، میاد میگه که هرگاه در یکی از طرفه، یعنی هر یک از زوجه، صفت خاصی شرط شده و بعد از عقد معلوم شود که طرف مذکور فاقد وصف مقصود بود، برای طرف مقابل حق فسخ خواهد بود، خواه وصف مذکور در عقد تصریح شده یا عقد متباینن بر آن واقع شده باشد. اجازه بدید من یک پرونده رو براتون بگم که داشتم. یک خانومی با یک آقای ازدواج کرده بود، آقا عمل وازکتومی انجام داده بود و نگفته بود به این خانم، و تمام مدت که با این خانم نامزد بودن از بچه دار شدن چون صحبت کرده بودن. حالا بعد از 3-4 سال خانم متوجه شده بود که این آقا به علت اون عمل جراحی اصلا نمیتونه بچه دار بشه، بنابراین حق فسخ عقد نکاح رو داره. ببینید حق فسخ با طلاق خیلی فرق میکنه. طلاق یه سری تشریفات داره، طلاق یک عقد جدیده که دو اراده میخواد، ولی فسخ نکاح یا حالا به هر استنادی که باشه فسخ نکاح، این تشریفات رو نداره. صرفا به دادگاه میرن و میگن یک همچین ایرادی در اصل عقد بوده و همه چیز به زمان پیش از انعقاد عقد باید عودت داده بشه یا برمیگرده. یا مثلا فرض بکنید فردی هستش که به خواستگاری میره و میگه که من در فلان شرکت کار میکنم. حالا اینجا دوتا فرض رو در نظر بگیر. من در فلان شرکت کار میکنم و جوری برخورد میکنه که انگار مدیر اون شرکت هست، در حالی که حالا فرض کنیم یک کارمند بسیار پایین رتبه هستش در اون شرکت، و این فرد بر اساس این تصور که ایشون مدیر این شرکت هست با ایشون ازدواج میکنه، یا اینکه ایشون میگه من در فلان شرکت کار میکنم و هیچ عملی انجام نمیده که دلیل بر این باشه که یکی از مدیران عالی رتبه هست، ولی خب این طرف این فرض رو میکنه که همچین چیزی هست و سکوت میکنه در برابر این فرض اینها. آیا در کدوم مورد، در کدوم یکی از این دو فرضی که ما داریم صحبت میکنیم، زن حق فسخ به دلیل تدلیس یا فریب در نکاح رو داره؟ یا فرض بکنیم مردی با زنی ازدواج میکنه، با یک دختر خانمی ازدواج میکنه و فرض میکنه که این دختر باکره هست و دختر هم چیزی در به ایشون نمیگه، آیا میتواند به استناد تدلیس در نکاح نکاح رو فسخ بکنه؟ باید عرض بکنم خدمت شما که ببینید در تدلیس در نکاح
باید علم به عیب یا علم به فریب بعد از نکاح اتفاق بیفته. یعنی اینکه شخص مثلا فرض کنید تو همون پرونده که براتون گفتم، من خانوم پیش از ازدواج میدونست که آقا وازکتومی کرده، الان دیگه اختیار فسخ نکاح رو به دلیل تدلیس نداره. اما در فرضی که مثلا دختر خانم غیر باکره بوده و ازدواج کرده و چیزی هم نگفته، یا اون آقایی که گفته من در فلان شرکت کار میکنم اما در مورد سمتش چیزی نگفته، اگر شرط شده باشه، ببینید این خیلی مهمه، یعنی علت یکی از علتهای اصلی ازدواج این باشه که این آقا مدیر اون شرکته. اگر مثلا میدونستم که این آقا مدیر اون شرکت نیست، ازدواج نمی کردم. فرض کنید به خواستگاری میره و میگه من مثلا پزشک هستم، در حالی که پزشک نیست، یک آدمی است که به صورت تجربی آمپول میزنه توی یک درمانگاهی، حالا آمپول میزنه و میگه من دکتر هستم، من پزشک هستم. خب این عقل، این یک صفتیه، پزشک بودن یک صفتیه که مهم بوده، چون شخص وقتی داره تصمیم میگیره میگه خب بالاخره این فرد یک آدم تحصیل کرده است و پزشکه. اینها اختیار فسخ نکاح رو خواهند داشت که حالا مسائل خودش رو هم داره، آیا مهریه تعلق میگیرد یا نمیگیرد، یک جاهایی میگیرد یک جاهایی نمیگیرد، بسته به پرونده باید به این موضوع نگاه بکنیم. بنابراین تدلیس در نکاح، من فکر میکنم در مورد این بحث نقاب ما، تدلیس در نکاح یکی از مسائل مهم هست و در قانون هم داریم که میگه چنانچه هر یک از زوجین قبل از عقد ازدواج طرف خود را به امور واهی از قبیل داشتن تحصیلات عالیه، ببینید داره مثال میزنه، میگه تحصیلات عالیه میگه دارم، تمکن مالی، موقعیت اجتماعی، شغل یا سمت خاص، تجرد و امثال آن فریب دهد و عقد را بر مبنای هر یک از آنها واقع بکنند، به اختیار فسخ نکاح وجود خواهد داشت. سپاسگزارم از توضیحاتتون. البته باز هم مسائلی در همین رابطه پیش میاد که دروغ، نقاب، انکار چقدر به هم نزدیک هستن و چگونه آدم میتونه اینها رو از هم تمیز بده، فاصله شو سکوت، حتی سکوت هم خیلی به اینها نزدیک هست. بله، و به قول شما سکوت. پس این چهار امر رو باید در موردش بیشتر صحبت بکنیم و مرزها و مشخص شدن اینها رو با وجود خان دکتر بیشتر در موردش حرف زده بشه و آگاهی رسانی بشه. بسیار از لطفتون سپاسگزارم. ما در رابطه با جناب عبدی گرام، ادبیات در شعر، من میخوام نقاب رو در اینجا از شما سوالی بپرسم. شعرهایی که گفته میشه تمام صحبت از عشق و عاشقی و شکست و این مسائل، و میبینیم که عشقهای این امروزی حتی اگه در شعر و در خوانندگان هم ببینید، همه از این فراغ‌ها، البته شما اشاره فرمودید که دوره دوره این فراغ‌ها و مأیوس بودن و این چیزهاست، ولی من میخوام از دید نقاب زدن یا دروغ یا انکار ببینید اینو. در ادبیات چقدر این نقاب تأثیر گذاره و چقدر شما باهاش در ارتباط بودین، حتی در موسیقی که خدمتتون عرض کردم؟ بله، خواهش میکنم. حضور شما عرض بکنم که خانم دکتر فرمودن که به صورت موردی موارد خیلی خوبی فرمودن، که من یک نکتش یادم اون که در مهاجرت فرمودن که یک مشکلی که پیش میاد و سختگیری میکنن برای فرزندانشون، مثلا فرزندان دخترشون، که این در خود داخل کشور ایران هم به همین منوال هست. چون عقیده من اینه که اینها نمیشه گفت تضارب فرهنگی، باید گفت که تضارب بی‌فرهنگی هست، یعنی نتیجه تضارب بی‌فرهنگی، چون فرهنگی شکل نگرفته و این تضارب خلاهای فرهنگی هست که کارو به اینجا میرسونه، یا موردهای دیگه که فرمودن. و در خصوص پاسخ شما، من خانم ارشادی عزیز اگر اجازه بدید من به این نکته خواهم رسید
دوستان صحبت فرمودن آقای رحیمی، دوست بزرگوارم، به خوبی و رسایی مباحث حقوقی رو مطرح می کنن. اگر اجازه بدید من به صورت ریشه یک مقدار در مورد نقاب و پرسونا در فرهنگ و ادبیات صحبت بکنم تا اینکه برسم به جواب سوال شما، اگر اشکال نداره. خواهش میکنم، بفرمایید. ببینید، میخوام عرض کنم که انسان ها از ابتدای تاریخ یک امری بوده که متصور هست، که آموختن که از نقاب های نامرئی استفاده بکنند، یعنی نقاب هایی که برای بازی در نمایشی که هر روزه در اجتماع در حال اجراست دیگه، ما خواه یا ناخواه در حال بازی کردن در نقش های مختلف اجتماعی هست، و از جامعه بشری با پیشرفتی که حاصل میکنه و این نقاب ها رنگ عوض میکنند و به نوعی میشه گفت که ما رو از فطرت خودمون دور میکنند و به تناسب و به فراخور هم اسم اینها رو عوض میکنند در جامعه، همین که یا گروه های مصلحتی برای رسیدن به ماهیت های مختلف، برای کسب دوستی، آشتی یا از این قبیل مسائل، که از ابتدا به نظر من فقط رنگ عوض کرده، نه اینکه نبوده. به عقیده من انسان در جامعه و زندگی اجتماعی خودش ناگزیر از زدن نقابه. ما همش نباید به این شکل و به این صورت نگاه بکنیم که این یک چیز منفی هست، چون انسان ناگزیر هست که بسته به زمان و مکان حضورش در جامعه‌ای که درش زندگی میکنه از این نقاب ها استفاده کنه، یعنی با در نظر گرفتن نقشی که میخواد بازی کنه. من یک بار هست نقش من اینه که به عنوان فرزندی برای مادرم رفتم با مادرم یه دیداری داشته باشم، خب یک شخصیت رو دارم، یعنی از یک پرسونا استفاده میکنم. من نمیتونم از همون نقاب و از همون پرسونا در مساف یک خانومی که در خیابان نمیشناسم، یا در اداره با همکارم، یا در اتوبوس، یا در قطار، یعنی اینها از زمینه که اینها با هم فرق میکنه. ما نقاب مخصوص به هر صحنه از بازی رو باید داشته باشیم. خب تا اینجای کار چه مشکل نیست، زندگی به ما الغا میکنه، زندگی اجتماعی که ما در اجتماع زندگی میکنیم، که ما بتونیم از این نقاب ها برای پیشبرد کار خودمون استفاده بکنیم. و این مثالی هم که خدمتون عرض کردم، مشکل از اینجای شروع میشه که انسان خود واقعی و حقیقی پس این نقاب ها رو گم میکنه خانم ارشاد، و در یکی یا چند تا از این نقاب ها مستحیل میشه. یعنی چی؟ یعنی بدون این که بخواد یا بدون این که آگاهی داشته باشه، حالا خودش مقصر مقصر نیست، جامعه مقصر، رفتارها، اینها همه باید به صورت ریز بررسی بشه. چون من 10 دقیقه وقت دارم، فقط میخوام طرح مبحث بکنم. گویی اصلا این اصالت خودش رو از بین برده و اصالتی برای خودش نمونده، و اونقدر این کثرت نقاب ها براش درد سرساز میشه که خود حقیقی رو از یاد میبره. صدای من داری؟ بله بله. از عزیزان خواهش میکنم که میکروفونشون رو ببندن چون صدا میاد. بفرمایید جناب عبدی. بله، این عرض میکردم که یک کثرت نقاب ها که در زندگی داره براش درد سرساز میشه و اون خود حقیقی و چهره حقیقی خودش رو فراموش میکنه و این درد سرساز میشه. و دردناکتر اون که اغلب خود ماها که در پس این نقاب ها خودمون رو گم کردیم از این زایه خبر نداریم. خب الان سوالی که اینجا مطرح میشه که این یک مبحث فرهنگی اجتماعی ادبی هستیده که تمام علوم رو به اصطلاح به یاری میطلبه، چون منی که الان خودم رو گم کردم در پس این نقاب هایی که باش نقش های اجتماعی رو بازی کردم، خب من چگونه میتونم خودم رو پیدا کنم یا اون شخصیت واقعی خودم رو اولا پیدا کنم، بازیابی کنم، احیا بکنم و تقویت بکنم؟ میبینید اغلب میبینیم که ما در به اصطلاح در فضاهای مجازی، در فضاهای که اینترنت برای ما فراهم کرده، که من نمیگم بده، اتفاقا بسیاری از رشد و پیشرفت هایی که در چند سال اخیر برای ماها، مخصوصا برای ما ایرانی ها به دست اومده، به خاطر اینکه ما دچار خفقان بودیم دیگه، ما حتی از داشتن تلویزیون و ماهواره محروم بودیم، بس ما مدیون همین فضای مجازی هستیم. ولی اون موزلی که از این حس بر ما وارد میشه اینه که ما
چنان در جلد نقاب هایی که به صورت خودمون زدیم فرو رفتیم که تشخیص خود واقعی برامون سخت شده. حالا با همین نقاب و در همین ارتباطات مجازی ممکنه ارتباطات عمیقی پیدا بشه و یا دوستی های عمیقی شکل بگیره و گاهن این دوستی ها دوستی خودهای واقعی نیست، دوستی نقاب هاست، اینها رفاقت مجازی نقاب هاست. ممکنه اینها حتی به شکل دوستی های واقعی و حقیقی و ازدواج برسه و دردسر و واویلا و مصیبت ها هاست که از اینجا به بعد استارت میخوره و شروع میشه که خب هیچ کدوم از طرفین حتی از هویت خودشون، هویت طرف که به هیچ عنوان خبر ندارن، دچار یک خودگمگشتگی شدن و این خلأ هویتی در هم تنیده میشه و یک جامعه‌ای که ما الان داریم میبینیم رو متاسفانه به یک ناکجاهای عجیبی میکشونه و کشیده. خب در ادبیات که شما فرمودید، بله ما در ادبیات، نه در ادبیات امروز، نه در ادبیات پارسی، یا ما در کل مبحث ادبیات با یک من اجتماعی طرف هستیم. یعنی یک انسان ادیب، یک آفرینشگر هنری باید بتواند برای خلق اثر هنری یا ادبی خودش از جلد خودش بیرون بیاد و به جلد من اجتماعی که در ناخودآگاه این فرد قرار داره فرو بره و از زبان تمامی انسان‌ها بتونه سخن بگه، زبان دردشون رو بیان بکنه، زبان خوشحالی اونها بشه و بتونه به صورت جزئی وارد این مباحث بشه. وگرنه اگر بخواد از من شخصی خودش حرف بزنه، شخصیت و کاراکتر که خب اون بهش میده به اصطلاح آرکیتایپ که گفته میشه یا کهن الگو که مطرح میشه که در ادامه اگر فرصت بشه من اینا رو تعریف میکنم، که بنایی بشه شاید ریشه و منشأ ادبیات و خیزش طب و آفرینش های هنری رو از همینجا سراغ گرفت که ادبیات از اینجا میاد و از همینجا به نهاد بشری کمک میکنه و تقویت میکنه. خب اون از اون بس از کنم که انسان بی‌نقاب، انسانی که بلد نقابش رو برداره و دوباره به خودش برگرده و توی نقابش گم نمیشه و از طریق قاب عکس نمیخواد خودش رو به دنیا معرفی و به جامعه معرفی بکنه، خب این انسان میشه گفت انسان موفقی هست، چون این قدرت رو داره که تمیز قائل بشه بین اون خود واقعیش و اون خودهایی که در اجتماع پیدا میکنه، ضمن حفظ سازگاری اجتماعی و ضمن اینکه ملاحظه مرزهای دیگران رو انجام میده در دنیای واقعی و در دنیایی که با در اجتماع باش روبرو میشه، اون خود واقعی خودش رو هم باور داره و بهش میرسه. خب این دارای یک انعطاف پذیری ویژه‌ایه به گونه‌ای که در هر مکان هر زمانی از جلد میتونه اینها رو از هم تمیز بده. و عرض کردم که نقاب مفید هم هست، از جنبه مفید، از زاویه مفید اگر بخوایم نگاه بکنیم میشه گفت نقاب سپرهایی است که ما رو در مسافه و در مواجهه برخی آسیب‌های اجتماعی به داد ما میرسه، که به همان اندازه عرض کردم که این ما باید از هر دو بود این رو بررسی کنیم. خطر زمانی جدی میشه که این نقاب ساختگی با اون شخصیتی که طرف داره اینها جایگزین همدیگه میشه و خود واقعی در این وسط از بین میره. ما به خاطر اینکه خب محیط ناایمن هست، محیطی که جامعه‌ای که هست ناایمن هست، یکی از عواملیه که افراد از نقاب استفاده میکنه، مخصوصا ما در جامعه خودمون داریم صحبت میکنیم، به خاطر اینکه انسان‌ها خودشون رو مسئول نگه دارن از خطرهای اجتماعی میان از نقابهای مختلف استفاده میکنن، به خاطر اینکه از سازوکار دفاعی برای خودشون درست بکنن، از دروغ‌ها، ظاهرسازی‌ها، غیبت‌ها و تهمت‌هایی که در اجتماع ممکنه به اینها آسیب بزنه خودشون رو مسئول نگه دارن. و انسان نقابدار فردیه، یعنی باید اینگونه باشه که بین شخصیت خصوصی و اجتماعیش رو مرز قائل بشه و بتونه فرصتم تموم شد خواهش میکنم نه بفرمایید جملتون رو تموم کنید بفرمایید بله عرض میکنم که این فرق گذاشتن بین خود واقعی و خود ساختگی، این نیازمند یک نوع آموزش و نیازمند یک نوع مهارتیه که انسان ها باید به دست بیارند.
که با اکتساب این مهارت بتونن که یک از خودگم شدگی و از شخصیت‌های مجازی در پس نقاب‌هایی که به صورت خودشون میزنن خودشون رو نجات بدن، دوم بتونن از نقاب‌هایی که در عرض کردن ما در به اصطلاح موقعیت‌های مختلف اجتماعی مجبوریم شخصیت‌های متناوبی رو داشته باشیم و بتونیم از اینها به نفع خود واقعیمون بهره بگیریم، نه که خود واقعیمون رو در مساف این نقاب هایی که استفاده می کنیم گم بکنیم. سپاسگزارم از توضیحاتتون، حتما در یک برنامه دیگری. من فکر میکنم اینقدر این همونجور که خانم دکترم بهش اشاره فرمودن و هر سه شما عزیزان اشاره کردید، مثل اینکه دنیای بسیار بزرگی است، در هر زمینه از هر دیدی از هر بعدی باید این رو به چالش کشید و در موردش صحبت کرد. اما اگر برگردیم به یک مبحث دیگری که ما ابتدا شنوندگان عزیز مباحث مختلف رو یک گذری میکنیم تا در هر کدومش در آینده بتونیم بازتر در مورد اون صحبت بکنیم. خانم دکتر میترا بابک عزیز، دگراندیشی چیست؟ چرا میگن همجنسگرایان؟ چه حقوقی دارن؟ چرا اینو این کار رو میکنن؟ آیا بیماریه؟ این بیماری در ایران انقدر بالا گرفته به عقیده خودشون و خانواده که یک امر طبیعی، حالا شما بهش اشاره می‌فرمایید، که ما من خدمت شنوندگان عزیز و عزیزانی که در این جلسه هستن باید عرض بکنم که در روزهای پنجشنبه برنامه‌ای هست به نام آرامش درون که با خانم دکتر میترا بابک عزیز داریم. نامه های رسیده رو میخونیم و ایشون پاسخگو هستن و عزیزانی هم روی خط میان. من باید به جرأت عرض بکنم در حضور بانو میترا بابک عزیز که بسیاری از این نامه ها میپردازه به اینکه من میل جنسیم گونه دیگر است. پس میبینید که این موزل در ایران، حالا موزل اسمشو میزنن یا بیماری میذارن یا به هر نحوی که صحبت در رجوش میکنیم، در ایران هست. باید بهش پرداخته بشه، باید یاد بگیریم یا بیاموزیم دگراندیش کیه، همجنسگرایان چه آدمایی هستن، آیا گناهکارن، متخلفن، بیمارن؟ بانو سراپا گوش هستیم. بله، موضوع خیلی خیلی مهمیه. متاسفانه حتی جامعه غرب هم تلاش داره میکنه، هم مردم و هم سیستم و دولت تلاش دارن میکنن که به این عزیزان ما حقوق بدن. تا سال 70 هم دنیای غرب اصلا نمیپذیرفت به هیچ وجه مسئله رو. هنوزم بعضی از کلیساها که اصلا و همچنین مساجد هم که اصلا نمیخوان بپذیرن این مسئله رو. مسئله همجنسگرایی با تحقیقات علمی یک مسئله کاملا نرمال و طبیعیه که برای حتی در حیوانات هم دیده میشه، در بعضی از حیوانات هم دیده میشه و این عزیزان به صورت همجنسگرا به دنیا میان، ولی چون اطلاعات علمی بسیار بسیار همیشه ضعیف بود همیشه ندیده گرفته شد. بحث نقابمون بود و ما دو تا بحث رو الان من میتونم ربط بدم، یکی بحث طلاق رو ربط بدم به این سوال شما و همچنین بحث نقاب رو. متاسفانه باعث شد که در طول تاریخ نقاب زده بشه، این عزیزان خودشون به خودشون نقاب بزنن و یا خانواده نقاب اجباری بر صورت خود و صورت همجنسگرا و فرزند همجنسگراشون بزنن و این مسئله رو پنهان و در کنارش هم این مسئله رو بیماری بدونن. حتی در دنیای غرب هم تا قبل از سال 70 ما دیدیم چه معضلات و مصیبت هایی برای این همجنسگراها مردم درست میکردن، چون پسشون میدادن، نمیپذیرفتنشون، هم کلیساها و هم مردم. حتی با الان هم که من دارم با شما صحبت میکنم، سالیان در دنیای غرب زندگی میکنیم، متاسفانه در بعضی از کشورها مخصوصا کشور آمریکا ما هنوز داریم مسیحی های تندوتیزی که و یا حتی بعضی از روانشناس مسیحی، من بهشون میگم مسیح‌اللهی، این ما حزب‌اللهی داریم، یه سری از اینا مسیح‌اللهی هست. این مسیح‌اللهی ها فکر میکنن که این بیماریه و باید خدا شفاشون بده، بیمارن، باید ما
دکترا شفاشون بدیم یا درمانشون کنیم. اینا واقعا معضل جدی دنیاست در همه کره زمین، ولی خب در کشور ما میدونیم که بیداد داره میکنه. در 40 سال اخیر تعدادشون رو ما بیشتر میبینیم، معنیش این نیست که نبوده، ولی تعدادش الان بیشتر و واضحتره، مشخصتره. یکی از دلایلش هم میتونه محدودیت های بیش از حدی که میدونیم، محدودیت بیش از حد، فساد زیرزمینی بیش از حد، یعنی این دوتا با هم مساوی میشن. و دخترها با دخترها اگه برن بیرون خب کسی کاری بهشون نداره، پسرها اگه پسرها، و این محدودیت بیش از حد نداشتن، عاشق نشدن، احساس جنسی رو برطرف نکردن، اینا خب طبیعتا مسائل رو براشون پیچیده تر کرد. و بعضیشون اصلا همجنسگرا نیستن، ولی مجبورن که به خاطر اینکه رفع نیاز جنسی بکنن با همجنس خودشون بیشتر گرایش پیدا کنن. اینا معضلات اجتماعی البته هم من دارم میگم. پس وقتی نگاه میکنیم میبینیم که حتی دنیای غرب هم هنوز عقبه، هرچند که داره سریع تر داره تلاش میکنه که جلو بیفته. حقوق بسیاری الان دارن، خیلی راحت تر در شرکت ها، کمپانی ها اینا قبول میشن که یعنی کار بکنن، محیط کار خیلی براشون اولویت قرار میده و در محیط کار و اجتماع و قانون هم خیلی سفت و سخت جلوی کسانی که مخالفت میکنن و یا حمله میکنن، چه حمله فیزیکی و چه حمله حتی کلامی، اینا شدیداً تحت قانون، پیگرد قانونی قرار میگیرن کسانی که این کارو بکنن. ما یه سری دیگر رو داریم به اسم هوموفوبیک. هوموفوبیک معمولاً کسانی هستن که شدیداً متنفرن و اما خودشون، بسیاری از این هوموفوبیکا خودشون هم هموسکسوال هستن، همجنسگرای پنهان که حتی به خودشون هم نمیخوان بپذیرونن، یعنی حتی از خودشون هم پنهان میکنن، فریب میدن، چون شدیداً احساس گناه میکنن، شدیداً ترس از قضاوت دارن، پس مجبورن که یک نقاب بزنن، اما یک نقاب بسیار خطرناک و دردناکی رو میذارن، نقابی که پنهان کنن هموسکسوالیتی خودشون رو از خود و از دیگران و از خدا و از کشیششون یا ملاشون. از اون طرف هم این خشم درونی خیلی زیاد یک نقاب دیگه بهشون میده که نقاب حمله کردن و آسیب زدن، که ما حتی چند سال پیش اینجا داشتیم که به یک همجنسگرای که توی پاپ کار میکرد حمله کردن، انقدر کتکش زدن بیرون پاپ که کشته شد. و اینا هوموفوبیک هستن. البته بعضیاشون هم دلیل نمیشه که حتما همجنسگرا، بعضیا اینقدر انزجار دارن از این مسئله که متاسفانه باعث میشه که به خودشون اجازه بدن داعش بشن. و داعش، من بهشون میگم داعش های انسانکش، داعش های سگکش، داعش های حیوانکش و داعش های همجنسگرا و یا دگرگراکش. و اینا هیچ فرقی بر من ندارن با داعش، هیچ فرقی. زمانی که من به عنوان یک انسان اجازه به خودم بدم به خاطر عقاید خودم، به خاطر عقاید مذهبی سنتی خودم پا رو علم بذارم، پا رو اطلاع رسانی به خود بذارم، خود رو فریب بدم، از خرد خودم استفاده نکنم بلکه از تعصب خودم استفاده کنم و به خودم اجازه بدم که به فرد دیگری، حال چه این انسان باشه، چه حیوان و چه محیط زیست، خدشه‌ای وارد بکنم، کوچکترین خدشه، من ناانسانترین انسانم، فقط اسمم یک انسان. و متاسفانه ما میبینیم که در کشور ما این مسئله بیداد میکنه. در هفته گذشته اعلام شد که در هندوستان خوشبختانه قانونی شد این مسئله و در هندوستان عزیزای همجنسگرای ما جشن گرفتن در خیابان و خانه از اینی که مسئلهشون قانونی شد. و وقت من رو با خوشحالی نوشتم خبر خوش برای همجنسگراهای عزیزم و در همه پیج ها. چیزی که منو بسیار متاثر کرد، میتونم بگم 60% حمله کردن به چه حقی میگی خبر خوش، 40% دفاع کردن. بعد اینو بگم 40% خوشبختانه دفاع کردن و شدیداً کلکل کردن با هم دیگه توی این کامنت ها و سعی کردن از همجنسگراها دفاع کنن. 60% شدیداً با خشونت و یا با انزجار
از این مسئله حرف زدن، کامنت گذاشتن و این خیلی برای من به عنوان یک محقق خیلی متأثر کننده بود که حتی نسل جدید هم باید هنوز نتونه این مسئله رو بپذیره و چندشش بشه و اینا رو نجست و کثیف و هزاران اسم زشتی که میدونی در ایران هم ما فکر میکنم رتبه اول باید در دنیا داشته باشیم، از فوش بیش از حد، از اینجور سخنان آنچنانی گفتن در مورد به فرض همجنسگراها، کلمات مشمئز کننده ای که براشون انتخاب کردن و این یه فاجعه است، واقعا یک فاجعه است. برگردیم سراغ نقاب که به بحث اولمون بیشتر بخوره در این مورد. ما میبینیم که اتفاقا این نقاب در طول تاریخ چه خطرات بسیار زیادی رو باعث شد. یکی از خطرات بزرگش ازدواج‌های اجباری و تحمیلی برای همجنسگراهای ما بوده، هست و خواهد بود و نسل بعدی رو چقدر اینا آسیب زدن. مثلا من خیلی خیلی زیاد کیس دارم. یکی از کیس ها این بود که خانم یه بچه 8 ساله داشتن، از همون ابتدا آقا بهش بعد از عقدش بهش میگه که من یکم فرق میکنم با دیگران، بذار اینا از اول بهت بگم. خانومم توی تراپی بهش گفتم این شک به تو نداد منظورش چیه؟ گفت حقیقتو به شما بگم یه ذره شک کردم ولی بعد فکر کردم که درستش میکنم. بعد که ازدواج میکنن این آقا فقط میتونه بچه دار، یعنی سکسی میکنن که بچه دار بشه ولی بعد دیگه نمیتونه با همسرش رابطه جنسی داشته باشه. و تمام این سالها این خاص خانم آقا فقط شده بودن دوست توی خونه، یه بچه هم آوردن، حالا مهاجرت هم کردن اومدن این ور آبا و خانم مونده بود. اومد پیش من که من خیلی هم دوستش دارم، دوست خیلی خوبی با هم هستیم، حتی بعضی وقتا من براش بویفرند انتخاب میکنم آنلاین، میریم روی این سایت ها نگاه میکنم ببینم کی به دردش میخوره. خب برای چی تو این رابطه موندی؟ به خاطر اینکه من چه جوری آبروم میره اگه من جدا بشم؟ آبروی این میره، بعد همه بعد بگم برای چه جدا شدم، بعد آبروی این میره، همه طردش میکنن. ولی 8 ساله که اصلا با هم نخوابیم. یعنی شما نگاه کن، 3 نسل باید داغون بشن، 3 نسل باید زندگی عادی و نرمال و هپی و به یک رابطه جنسی سالمشون از دستشون بره به خاطر فرهنگ غلط، مذهب و عقیده غلط و اجحافی. و اینا از این کیسا من خیلی خیلی زیاد داشتم. و یا در یکی از سمینارامون، این خیلی مهمه، این جالبه، اینو همه بشنون، در مورد این موضوع داشتم صحبت میکنم، چون بارها من تو سمینارهام بالعمد این مسائل رو باز میکنم تا بتونم دوباره فرهنگ سازی که یکی از کارهای اساسی منه جا بیفته. و در یکی از عزیزان ما که همسرش هم در سمینار بود، وقتی این موضوع باز شد، خوشبختانه خودش این موضوع رو باز کرد و گفتش که من از یک خانواده 7-8 نفره میام و پدر من بعد از اینکه من زمانی که من نوجوان بودم متوجه شدم، یه روز من رفتم تو مغازه پدرم و پدرم با مرد دیگه ای دیدم. خیلی پدر خوبی داشتم، خیلی مهربون بود، ولی وقتی این مسئله برملا شد، یعنی کسان دیگه، نه این بچه، کس دیگه ای دیده بود، این موضوع مال بعد از انقلاب این اتفاق که متاسفانه میریزن سر این پدر و همسر اجباری و انقدر این پدر رو میزنن که متاسفانه این پدر جونش رو دست میده. و حال این عزیز ما که خودشون یه فرد بسیار تحصیل کرده بودن و خانمشون هم همینطور پزشک بودن، در سمینار با شجاعت تونست این راز رو باز بکنه. در خانمش بعد از اینکه 20 سال ازدواج کرده بودن، حتی خانمش هم این مسئله رو نمیدونست. و خوشبختانه این تابو که من یکی از کارام تابو شکنیه، باز شد و خودش خیلی گریه کرد و گفت که دلم برای پدرم میسوزه، برای اینکه همه محکومش کردن، اما حالا میفهمم که پدر من حقش نبود ازدواج کنه و این همه هم بچه به اجبار داشته باشه. پدر من یه گی بود و حقش این بود که با یه مرد باشه، نه اینکه ازدواج اجباری. همه ما آسیب خوردیم، پدر من به ناحق کشته شد، مادر من و همه ما آبرومون رفت. یعنی اون موقع احساس کردیم که آبرومون رفت
و همیشه نعل و نفرین بر پدرم باید می بود. اما چقدر خوشحالم که انقدر با اینکه این همه سال در دنیای غرب زندگی می کنم، هرگز به این صورتی که شما تشریح کردین نتونستم پدرم رو ببینم و حال برای اولین بار دلم برای پدرم شدیداً سوخت که چقدر محروم و قربانی مرد. اینا فاجعه های یک فرهنگ غلط و یا بی فرهنگی. ما فقر فرهنگیمون بیداد داره میکنه. میدونم که زمانم تموم شد، عذرخواهی میکنم این مقدار. خواهش میکنم. دقیقا هر برنامه‌ای که پیش میریم میبینیم که چقدر مسائل هست که باید در موردش صحبت بشه، نه یک جلسه، جلسات مختلف، و یک مثال هایی گفته بشه که همه به راحتی بفهمن که این بی فرهنگی که خانم دکتر میترا بابک عزیزمون میگن که براش ادعا داریم، من آنم که رستم بود پهلوان، در کجاست که امروزه اینگونه در بسیاری از موارد بعضی از ما بی اخلاق شدیم. اما بریم سراغ قانون. جناب رحیمی، در رابطه با دگراندیشی، همجنسگرایان، طلاق یا ازدواج یا گرفتن فرزند، قانون چی میگه؟ بانو شادی عزیز، خیلی استفاده کردم هم از مواردی که جناب دکتر عبدی فرمودن، هم به چیزهایی که الان خانم دکتر میترا بابک فرمودن. ببین، قانون ما ساکت، قانون ما هیچ حکمی برای یه همچین افرادی نداره. تنها اتفاقی که افتاده این هستش که در اواسط دهه 60 خورشیدی تونستن یک فتوایی رو از خمینی، آقای خمینی، بگیرن که کسانی که این بله بفهم صداتون قطع به این اختیال ها لایقان این بیماری هست. الو بله، الان یکم بهتر شد، بفرمایید. بله، میکنم که تنها اتفاق این بود که اومدن از آقای خمینی یک فتوایی رو گرفتن که این افراد، حالا بگیم متاسفانه باز هم صداتون قطع و وصل میشه. نمیدونم که حال اینها این هستن. جانم بفرمایید. من فکر میکنم اینترنتشون ضعیف باشه، ولیکن تا مجدد ایشون رو داشته باشیم در برنامه، اجازه بدید که بریم سراغ جناب عبدی گرام. از ایشون سوال کنیم که جناب عبدی، شما در رابطه با دروغ و نقاب و انکار و سکوت و همه اینا فرمودید، در شعر و ادب، در ادبیات، دگراندیشی یا همجنسگرایان چه مقامی دارن؟ آیا دارن جایی در این دنیا یا اونها هم مثل جاهای دیگر طرد شده هستند؟ بوده شما عرض بکنم که البته بحث قبلی که من باز کردم، اون فقط من یه سری شارت کلیدها رو دادم که در برنامه های آتی مفصل در خصوص این نقاب ها و پرسونه ها مفصل صحبت بکنیم و برسیم به مبحث طلاق که بتونیم نتیجه گیری بکنیم. ولی خب الان این مبحث که شما فرمودید، باید خدمت عرض بکنم، اجازه بدید من یک موضوع جالبی رو خدمت شما و عزیزان بگم که شاید خیلی از مردم این رو ندونن، چون ما تو سر کلاس های درس با دوستان صحبت میکردیم، برای بچه ها، برای دانشجوهای ما خیلی 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 تعجب انگیز بود که معشوق حاضر در شعر و ادبیات فارسی کلاسیک ما اغلب مرد بوده، خانم ارشادی. یعنی آره، اینو اکثرا مردم نمیدونن. مثلا شعر حافظ، شعر سعدی، شعر مولانا، این شعرهای ادبیات کلاسیک شعرهای بزرگ ما رو میخونن و نمیدونن. و خب در این خصوص من مقالات متعددی نوشتم و آقای دکتر سیروس شمیسای بزرگوار استاد بنده کتابی در این خصوص نوشتن به نام شاهدبازی در ادبیات فارسی، که اینو به صورت مفصل و مبسوط با شرح و ثابت کردم و من خودم هم یه کتابی در دست نگارش دارم با همین مضمون که شاهد بازی یه معشوقه و معشوق اغلب به اصطلاح شعر و ادبیات دیروز ما مرد بوده. یعنی چیزی که مردم خیلی تعجب میکنن، میشه؟ بله اینجوری بوده. و
حالا یا متاسفانه یا خوشبختانه، ما در کتاب بیهقی از عشق سلطان محمود غزنوی به ایاز که همه بچه ها همه اونا که توی مدارس ایران خوندن اینا رو دیدن، از عشق سلطان محمود غزنوی به ایاز که این ایاز غلامش بوده و سلطان محمود غزنوی عاشق این غلام خودش بوده که یه مردی بوده، یا عشق برادر سلطان محمود غزنوی به یه غلام ترکش به نام طغرل، ما اینا رو تو کتابای درسی هم داریم، یا در دوره صفویه، ما در همین دوره صفویه 400-500 سال قبل ما در خیلی از شهرهای ایران امردخانه داشتیم که به صورت رسمی اینا مجوز کار داشتن، خانم ارشادی مجوز کار داشتند و حکومت از اونها مالیات اخذ می‌کرده که در اونجا خدمات روابط جنسی مرد به مرد اونجا ارائه می‌شده. یا البته خب در قدیم، در زمان قدیم، عاشق برای معشوق خود پدر رو داشته و وظیفش این بوده که سر و سامان بده معشوق خودش رو، با در دیوان ایرج میرزا هم که خب ایرج میرزا شاعر زیاد قدیمی نیست، مال دوره مشروطه است، که هم عاشق مکلف خدمت معشوق کند و به قول شاعر برای او هم پدر باشه و هم مادر. یا در مکتب وقوع، مکتب وقوع اسم یه مکتبیه که در قرن دهم، یعنی حدود 300-350-400 سال قبل از این در ایران، چون ما مکاتب ادبی داشتیم و اینها هر کدوم داره شناسنامه هستن، ما در مکتب وقوع دیگه کلن رسمن تمام اون معشوق هایی که ازش دم میزنن شوهران مرد هستن و پسر هستن. میگه که محتشم کاشانی، همین محتشم کاشانی که الان بوق و کرنا کردن که آی نمیدونم این در مورد عاشورا شعر میگفت و فلان، اغلب اصلا تمام معشوقاش مرده، میگه خاص خوقایی و زیبا پسری آمد و رفت، شهر برهم زده کارازگری آمد و رفت، تیغ بر کف عرق چهره فشان خلق کشان، شعله آتش رخشان شرری آمد و رفت. یا شاطر عباس صبوحی میگه دلبر به من رسید و جفا را بهانه کرد، افکن سر به زیر و حیا را بهانه کرد، آمد به بزم و دید من تیره روز را نشست و رخت و تنگیجا را بهانه کرد، رفتم به مسجد از پی نظاره رخش بر رو گرفت دست و دعا را بهانه کرد، آغشته بود پنجرش از خونه عاشقان دستن به دست خیش حنا را بهانه کرد، خوش میگذشت بوش صبوحی به کوی او بر جا نشست و شستن پا را بهانه کرد. یا ما یه شاعری داریم به نام وحشی بافقی که عزیزان شعراشو خوندن که خیلی فکر میکنن این معشوق و مخاطب اشعاری این زن بوده، نخ مرده، میگه که ای گل تازه که بویی ز وفا نیست را، التفاتی و اسیران بلا نیست را، ما اسیر غم و اصلا غم ما نیست را، با اسیران غم خود با اسیر غم خود رحم چرا نیست را، و الی آخر بعد میگه که مکنان نا که آزرده شدم از خویت، دست در دل نهم و پا بکشم از خویت، گوشه ای گیرم و من بعد نیایم سویت، بشنوتند و مکن قصد دل آزرده خیش، ورنه بسیار پشیمان شوی از شرده خیش. ما عشق مرد به مرد در طول تاریخ از دیدگاه مختلف با اسمای مختلف، ما واژگان کلیدی شعر کلاسیک رو اگر بخوایم اینا رو در بیاریم، چون این واژگان کلیدی که عرض میکنم در شعر اغلب شعرهای کلاسیک ما هست تا امروز، شاهد بازی، نظر بازی، جمال پرستی، لواطب، اغلام، بچه بازی، نمیدونم معشوق، امرد، معبون، شاهد، منظور، نمیدونم مخنث، نوخط، صادرخ، اینها همه این واژه هایی هستن که در شعر به صورت خیلی ساده، به صورت کلیدی از این واژه ها برای این منظور استفاده می شده و هیچ کس هم تعجبی نمی کرده، چون این یه واقعیتی بوده که جریان داشته. خب البته اینم عرض بکنم که این پدیده از یونان رواج گرفته و به ایران اومده در گذشته ما و از اندیشه های فلسفی رسوخ کرده، یعنی عشق مرد به مرد در فلسفه یونان، در فلسفه یونان این جدا از تمایلات جنسی بوده و به صورت عشقی پاک که یک جنبه عرفانی و ملکوتی داشته به ادبیات و به فرهنگ دیروز ما رخنه پیدا کرده، که ما بهش میگیم الان بعدش چی شد، شد عشق افلاطونی، و شاید در فرهنگ عام به ندرت کسی بدونه که این عشق افلاطونی که از یونان آمده اصلا عشق مرد به مرد بوده. یا از فرهنگ ترک ها که خب عشق مرد به مرد صرفا با گرایشات جنسی و جسمی هم همراه بوده که به تاریخ دیروز ما این نفوذ پیدا کرده و
اومده. ما در ادبیات فارسی که شما فرمودید، من دارم ریشه‌اش رو عرض می‌کنم تا برسیم به امروز، ما هر دو جنبه‌شو داریم. یعنی اینکه جالب که بدونی شاهد بازی در فرهنگ هند، فرهنگ هند میدونید که فرهنگ دیرینه‌ای دارن مثل ما، اونا شاهد بازی نداشتن زود که در ایران اومده بوده و نفوذ در اخت داشته، یا همین عرب ها، عرب جاهلیت همچی چیزی نداشتن. و یک شاعر عربی داریم که اصالتا ایرانی هست، که اتفاقا چون اصالتا ایرانی و اهوازی هست، این هم شاهد بازی در شعرها هست، شعرهاش هست. ما در شعر خود عرب اینو نمیبینیم. ابو نواس رو عرض میکنم. یا به همین منوال ما اگر بیا میگی که بابدان یارگش همسر لوط، همون داستانی که اصطلاح اون قوم لوط داره، خاندان نبوتش قوم شد، سگ از اصحاب کبروزی چند پی نیکان گرفت و مردم شد. و در دوره غزنوی، در دوره غزنویان که عرض میکنم معشوق مذکر کلن ترکان لشکری بودن، یعنی یک سری مردهایی بودن، زینا جمالی داشتن و زیبارو بودن و فلان، یه سری خصوصیاتی داشتن که در خدمت این سربازان که دارن جنگ میکنن قرار میگرفتن. و از همینجا اومده به اشعار شعرهای بزرگ ما هم وارد شد این صفتها، خونریزی و ظلم و سست‌پیمانی، نمیدونم جفاکاری و از این صفتهایی که ما میخونیم و در شعر بزرگان اینا رو همه رو داریم میبینیم. نظامی میگه، میگه لشکر برفت و آن بت لشکر شکن برفت، هرگز مباد کس که دهد دل به لشکری. خب این معشوق بنده یا لعبت سرایی یک ژانر مهمی از ادبیات دیروز ماست که تا همین امروزش هم ادامه پیدا کرده. به اصطلاح لعبت سرایی یا معشوق بنده، یعنی یک انسانی، یک مردی، یک غلام مردی رو خریداری میکرد و اصلا روابط جنسی مجاز بود که این داشته باشه، باش روابط جنسی داشته و هر گونه روابطی. حتی از لحاظ قوانین فقهی هم بعدها میگن که جماع با غلام خود مباح و با غلام دیگری حرام است. و فروخی در قصیده‌ای که افسوس میخوره میگه آن سمن عارض من کرد بناگوش سیاه، ناراحته، میگه که اون پسری که من باش دوست بودم، ارتباط داشتم، حیف که این بزرگ شد و دیگه حالت مردانه به خودش گرفت و ریش در آورد. آن سمن عارض من کرد بناگوش سیاه، دو شب تیره برآورد ز دو گوشه ما، سالش از 15 و 16 نگذشتن و چون توان دیدن آن عارض چون سیم سیاه. و این باعث ناراحتی این شاعر شده. نظر خود حافظ میگه در نظربازی ما بیخبران حیرانن، من چنینم که نمودم دیگر ایشان دانن. یا اینکه میگه عاشق و رند و نظربازم و میگویم فاش، تا بدانی که به چندین هنر آراستم. این که به دروغ اومدن گفتن آی حافظ معشوقه آسمانی داشته و نمیدونم، نه اینا نیست. یعنی واقعیت ادبیات دیروز ما به این گونه نیست. و حتی در دربار شاهان دیروز ما، شاهانی که ما در طول ادوار مختلف که در ایران حکومت کردن، اینها غلامانی داشتن که کسی حق نداشته به این غلامان نگاه بکنه. ما از شاخه های سنت وصف معشوق مذکر، وصف شاه و ممدوح به صورت معشوق، چنان که بسیاری اصلا غزل های عاشقانه حافظ اغلب در متن شاه شجاعه، اغلب در متن شاه شجاعه که خب شاه بود، این مردی بود. نتیجه ببینید، ما در این که معشوق شعر سبک خراسانی، یعنی اولین سبک شناخته شده ادبیات ما، مرد بوده، هیچ تردیدی درش نیست. خب ممکنه خواننده‌های غیر حرفه‌ای ما که خب اینو به صورت حرفه‌ای دنبال نمی‌کنن خیلی تعجب می‌کنن، و من این تعجب رو خیلی دیدم در چهره و در افکار اینها که خب نمی‌خوام بپذیرن. ما در غزلیات بزرگانی مثل سعدی، حافظ، اینها رو به وفور با نشانه‌های فراوان اصلا میشه اینا رو ثابت کرد. آقا نصف بیشتر اشعار این بزرگان هم صراحتاً و بدون کوچکترین خللی در باب معشوق مذکره، یعنی در باب نظربازی، در باب رابطه مرد با مرد، زیرا در اونها آشکارا از واجه های پسر و مرد و نمیدونم خط و ازار و سبزریش و این گونه مسائل اصلا سخن میره دیگه. و جالب این که بخش اعظم اون نصف باب، چون عرض کردم نصفش در مورد معشوق مرده، اون نصف باقی موندهش هم نه اینکه صرفا در مورد زنان باشه، نه،
اون هم آغشته و مخروطی هست. یعنی میشه گفت اکثریت اشعار دیروز ما اینگونه بوده. اصلا میدونید که خاصیت زبان فارسی، متاسفانه زبان فارسی یک زبانی هست که ما ضمایر مذکر و مؤنث مثل زبانهای دیگه نداریم، ضمایر یکسانه و این باعث شک و شبهه شده بوده. من فرصتم تموم شده خانم اشرافی، با اجازتون. خب داریم به یواش یواش پایان برنامه میرسیم. نمیدونم جناب رحیمی با ما هستین؟ بله، شما هستم. عرض میکنم که من ببخشید، عذر میخوام، اینترنتم قطع شد. من اینو خیلی سریع عرض بکنم خانم مرشدی که داشتم عرض میکردم. از اواسط دهه 60 خورشیدی یک فتوایی رو از آقای خمینی گرفتن که افرادی که دچار اختلال هستن بتونن با انجام عمل جنسیتشون رو تغییر بدن. راهی که الان وجود داره برای این عزیزان این هست که باید اول به حداقل دو روانپزشک مراجعه بکنن که وجود تضاد بین جسم و روانشون رو گواهی بکنن و بعد به دادگاه مراجعه میکنن، درخواستی رو میدن برای انجام تغییر جنسیت. دادگاه اونها رو دلالت میده به پزشکی قانونی و اگر پزشکی قانونی همین مدارک رو تایید بکنه به پزشکان معتمد، اینها به قول معروف هدایت میشن که عمل رو انجام بدن. در قانون میگه که نیمی از هزینه این عمل رو دولت باید پرداخت بکنه. حالا اینکه در عمل واقعا اتفاق بیفته یا نه من اطلاعی ندارم. ببینید قانون ما ساکت هست و اگر در مورد حقوق همجنسگراها بخوایم صحبت بکنیم، در دو جا میتونم من صحبت بکنم. یکی بحث ارث هست که اومده از اینها صحبت کرد، یکی بحث قانون مجازات هست که در مورد لواط که همجنسگرایی و معاشقه دو مرد با هم هست و بعد مصاحقه که معاشقه دو زن با هم هست صحبت شده و براشون مجازات تعیین شده. بنابراین خیلی فشرده و کوتاه عرض بنده همین بود که عرض کردم. متاسفانه قانون ما ساکت هست و امیدوار هستم که به زودی بتونیم برای این افراد هم در ایران قوانین خوب و حمایتی داشته باشیم، اگرچه که تا زمانی که جمهوری اسلامی وجود داره و اسلام حاکم بر کشور ما هست این چیزها مخالف با شرع شناخته میشه و البته یه حکمی داریم میگیم کل ما حکما به العقل حکما به الشرع، اما اینکه چطور عقل ما بپذیره که خب ما یک کمچین شخصی رو باید بپذیریم و بهش حقوق اجتماعی بدیم ولی شرع اجازه نمیده، اینها همه جای بحث داره و باید صحبت بکنیم. یک چیزی هم در جواب در راستای فرمایشات جناب دکتر عبدی من عرض میکنم خدمت شما که جناب دکتر، ما جلسه رفته بودیم که یک شخصی به عنوان حافظ شناس داشتن صحبت میکردن و همش از معشوقه آسمانی حافظ صحبت میکردن. من از ایشون پرسیدم که آقا اصلا فرض کنیم کل دیوان حافظ در وصف معشوقه آسمانی و خدایی است، حالا شما به من بگو که این بیت رو چطور میخوای تفسیر عرفانی و آسمانی بکنی؟ میگه از چهار چیز مگذر گر عاقلی و زیرک، امن و شراب بیغش، یار و مکان خالی. این یار و مکان خالی رو من نمیدونم چجوری میخوان عرفانی اینها به قول معروف چیز بکنم و اون آقا خیلی هم عصبانی شد و رو از جلسه اخراج کرد. صورت هستش. بله، بسیار سپاسگزارم. حتما به همه این موضوعاتی که شما سه عزیز اشاره کردید مباحث بزرگی است، باید به همش پرداخت. میدونم که در یک برنامه یک ساعت و نیمه نمیشه، اما امیدوارم که این رو بتونیم دنبال کنیم در کنار شما گرامیان و اندیشمندانمون که به یک نتیجه قایی برسیم. بانو میترا بابک عزیز، دکتر نازنین، بفرمایید یک جمع‌بندی بکنید که برنامه رو ببندید. خواهش میکنم. خوشحالم که در مورد دو موضوع خیلی مهم صحبت کردیم که به همدیگه هم ربط داشت. این نقاب که بعد ربط سراغ عزیزان همجنسگرای ما که چقدر بالاجبار مجبورن که نقاب بزنن و خانواده ها چقدر آزار و اذیت میرسونن به این عزیزان ما.
ما باید هرچه بیشتر تلاشمون رو بکنیم، چون من بله اعتقاد به هیچ نقابی ندارم. به نظر من ما اگر میخوایم یک انسان سالم، نرمال و آزاده باشیم، باید بیاموزیم که از هیچ چیز نترسیم و نقابی نداشته باشیم. البته مشخصه که در کشورهایی مثل کشورهای دیکتاتوری مثل کشور ایران مجبورن مردم نقاب بزنن، و یا اینکه از نظر قانونی که همینطور که آقای رحیمی به خوبی تشریح کردن، متاسفانه برای نجات جان فردی مجبورن که کلاینت یا اون موکل خودشون رو تشویق بکنن به دروغگویی برای اینکه جانشون در خطره. ولی اگر بخوایم به عنوان یک انسان سالم و یک جامعه سالم و دموکراتیک صحبت بکنیم، ما باید بیاموزیم خطامون رو بپذیریم، عذرخواهیمون رو بکنیم و از خطای خود بیاموزیم و تکرار نکنیم و هیچ نقابی رو به صورت خودمون نزنیم. این نسخه رو من برای خودم پیچیدم. در درجه اول همه جا، در هر کجا، هر کس هر سوال خصوصی هم از من داشته باشه، من با شجاعت جواب میدم و هیچ ابایی ندارم از خطاها و اشتباهای گذشتم، زیرا که نادان و ناشعور و کمشعور و بیشعور بودم اگر که خطایی کردم. اینه که من شدیداً مخالف هر نقابی در هر صورتی در یک جامعه سالم و دموکراتیک هستم. سپاسگزارم از صحبتاتون. البته من جسارت میکنم، ولی اینو خدمت شما عرض میکنم که در سوئد یک چیزی است که میگن وقتی که فردی اشتباه میکنه و خطایی میکنه، میگن ما انسان هستیم، به این معنی که انسان جایز الخطاست و حتی در مسائل بسیار بزرگ، در مسائلی که شاید قوانین در قانون‌های مختلف این صدق میکنه. اینکه شما فرمودید، دارم حالا نمیخوام اون کلمات رو به کار ببرم، ولی همه ما انسان هستیم و جایز الخطا. پس بذارید بگیم به جای جایز الخطا، ببخشید وارد صحبتتون شدم، بگیم که انسان باید الخطا است، چون باید خطا بکنیم تا بیاموزیم. بله، هر دوش صدق میکنه، ولی به هر صورت انسانیم و اگر که خطا نباید میکردیم، حتما در درجه امامان و روحانیانی قرار میگرفتیم که الان کاخهای بزرگی دارن. ولی انسان میتونه خطا بکنه، ولی جای خوشحالی باید داشته باشه و عقل و شعورش بهش بگه که از اشتباه درس بگیر. بریم سراغ جناب عبدی. جناب عبدی عزیز، یک جنبندی بفرمایید که ببندیم برنامه رو. بله، خواهش میکنم. در برنامه بعد ابتدا در مورد نقاب هایی که ما امروز بحثش رو باز کردیم و اون رو مرتبط میکنیم با وضعیت و موزل طلاق و این شخصیت های متنوع کاذب و مجازی که انسان ها متاسفانه بهش مبتلا شدن و باعث و بانی این همه مشکلات شده که یه وجهش همین طلاق و همین زندگی های ناموفق و شکست خورده یه که دیگه شما می فرمایید 70% جامعه ما مبتلا به است. و مبحث دومم که در خصوص همین مبحث دگراندیشی که یا به اصطلاح شاهد بازی در فرهنگ و ادبیات، من دیروز یه چکیده خدمت شما و عزیزانم عرض کردم، تا اینکه در برنامه بعد حالا هر موقع که به فرصت مناسب رسیدیم در این خصوص به تفصیل در ادبیات امروز و ربطش با مشکل طلاق و این داستان و این موزل بزرگی که داریم اشاره بکنیم و به نتیجه گیری برسیم. سپاسگزارم از محبت شما که گوش دادید. من در خدمت شما هستم. خواهش میکنم، خیلی ممنون. البته باز هم خدمت شنوندگان عزیز عرض بکنم، جناب دکتر سالار عبدی برنامه‌ای دارن به نام مجله شعر و موسیقی که در پرداختن به همه موضوعاتی که در رابطه با ادبیات هست، از بد و از تاریخچه‌اش تا به امروز و گذری به هر کجا میزنن، که من حتما خدمت عزیزان عرض میکنم که این برنامه‌های ما در آرشیو هست و به زودی سایت رادیو آزادگان به طور کامل بالا خواهد آمد، در دست تعمیره، که از همه برنامه ها میتونید استفاده کنید. جناب رحیمی گرام، شما هم حرف آخر رو بزنید، جنبندی بفرمایید که از حضورتون مرخص شید.
خواهش میکنم خانم نرشدی، عرض کنم که ما در بحث منطقی و اصولی میگیم که انسان ممکن الخطاست، چون وقتی میگیم جایز الخطاست یعنی میتونه خطا بکنه، در صورتی که حالا خطا کردن نمیدونم، گاهی شاید ما بدونیم و نباید این کار بکنیم. حالا الان شد سه تا اصطلاح، ممکن الخطا، باید الخطا و جایز الخطا. فکر میکنم اینا جناب دکتر عبدی باید بگن کدومش از بقیه درست‌تره. امیدوارم که بحث‌های ما کمک بکنه به اینکه کشورمون رو از این شرایط نجات بدیم، و امیدوارم که روزی برسه که ما اصلا نیازی نبینیم بخوایم راجع به این مسائل پیش و پا افتاده و بدیهی در دنیای امروز بشینیم و اینقدر صحبت بکنیم. اگر اجازه بدی من در قبل از اینکه خدافظی کنیم یه پرانتز باز کنم. وقتی من گفتم باید الخطا، به خاطر اینکه کودک از بد به کودکیش، به خاطر اینکه مغزش هنوز دیولپ نشده، رشد کافی پیدا نکرده، دائما در حال خطاست، رو داره تجربه میکنه. همچنین که حیوان هم میبینیم که در خردی و کودکیش همینطور به دنبال کنجکاوی خودش و اشتباهات خودشه. به همین دلیل از دید روانشناسی انسان از بد و تولدش باید خطا بکنه که از خطا و اشتباهاتش بیاموزه. منظور من این بود. خواهش میکنم، سپاسگزارم. بعد جناب رحیمی اشاره درست کردن، همچنین خانم دکتر. امیدوارم که ریشه یابی بکنیم در این موارد، و عرض کردم همه بحثایی که شما سه عزیز کردید بحثهای بسیار بزرگی است و ساعتهای بسیاری رو به خودش تعلق میگیره که بتونیم دونه دونه همه اینها رو باز کنیم. آیا باید الخطاست در بزرگی چطور؟ جایز الخطاست، هر انسانی میتونه خطا بکنه، ولی بعدش چی؟ یا آقای جناب رحیمی شما چه فرمودید؟ باید الخطا، جایز الخطا، ممکن الخطا، بله، که هر کدوم اینها رو بتونیم ریشه یابی کنیم که شما فرمودین جناب عبدی زحمت رو بکشن. ولی خب اینها همه بحث هایی است که در آینده یکی یکی به اون خواهیم پرداخت. از همه شما شنوندگان عزیز که با ما بودید، این بحث رو دنبال کردید، سپاسگزارم. از دکتر عزیزی که در ایران هستن و تمام این برنامه ها رو پخش میکنن به اتفاق دوستاشون، سپاسگزارم، خیلی ممنونم، واقعا محبت میکنید. و اینکه نه تنها عزیزان در این رابطه به بحث و گفتگو می نشینند، من باید بگم خودم بالشخصه از این سه عزیز می آموزم و امیدوارم که بتونم برنامه های بهتری رو در این رابطه خدمت شما عزیزان عرضه کنیم.